انده جمع کننده منافقین و دگر اندیشان در جهنم است که همه اینها رو جمع خواهد کرد. ان الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم. اونهایی که متربص با شما هستن، یعنی نیمپز با شما رفتار میکنن، فان كان لكم فتح من الله، اگر پیروزی برای شما از الله باشه، یعنی وسیله پیروزیتون شده باشه الله، قالوا الم نكن معكم، میگن آیا ما با شما نبودیم؟ اگه پیروز میشین اینو بهتون میگن. و این کان للکافرین نصیبون قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین، آیا ما به سوی شما نیامدیم و شما را از این مؤمنون منع نکردیم؟ فالله یحکم بینکم یوم القیامه، این الله روز قیامت میان شما حکم خواهد کرد، داوری خواهد کرد. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، و این الله راهی برای کافرها، یعنی برای دادن قدرت به کافرها بر مؤمنین راهی باز نمی کنه. خوب باشه، الان هم می بینیم همه کفار در دنیا قدرت دست اوناست. این الله یادش رفته، وعده الله با قدرت آمریکا در هم کوبیده شده، وعده الله با قدرت و نیرنگ انگلستان به هم خورد شده، به لجن کشیده شده. اون چیزی که مونده این مؤمنینن که مثل گوساله و گاو بی سرپرست در کشورهای خودشون آوارن. مؤمنینن که در میهن من آواره هستن. زمان شاه هم آواره بودید. همه چیز کشور سرپرستی داشت و داشت به سوی سربلندی میرفت که نخواستین دیگه، چه کارش میشه کرد؟ ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. این منافقین یخادعون، خود زنندگان، کلک زنندگان، حق بازانن، اینا به الله حقه میزنن، کلک میزنن، و الله هم به اونا کلک میزنه، و هو یخادعهم، الله هم کلک میزنه به اونا. میدونید که اینجا بسیاری از اینها هم خود الله نمیگه، یه نفر سومه که همون ارباب سلمانه. وقتی میگه هو یخادعهم یعنی اون به اینا کلک میزنه، دقیقا یه نفر اینجا نشسته میگه اون به اینا کلک میزنه. پس اون که الله به اینا کلک میزنه، این نفر سومه داره این حرف میزنه. هو برای سوم شخصی، و هو خادعهم، این الله هم کلک بازه، حق بازه، یعنی یه الله حق باز شیاد رو داره نشون میده. اذا قامو الى الصلاة قامو کسالا، و اگر برای نماز قیام کردن، برپا خواستن، با کسالت اینا میان توی نماز، اونم باید ینفرو باشه، یعنی فوارسان بیان جلو. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، اینا مردم رو رعایت میکنن، با مردم کنار میان و الله رو، یعنی میخوان دل دیگران رو به دست بیارن، دل مردم رو، و لا یذکرون الله حتا الا قلیلا، این الله رو ذکرش رو نمی کنن مگه یه کمی، دلخوره. مذبذبین بین ذالک، مذبذب یعنی دو دل، بین این که آیا الله رو به اصطلاح دعا و ثنا بگن یا با مردم باشن، همینجوری موندن. لا اله الا هؤلاء ولا اله هؤلاء، نه با اینن، نه با این دستن، نه با اون دسته. و من یدلل الله فلن تجد له سبیلا، هر کسی رو که این الله گمراه کنه دیگه هیچ راهی براش ساخته نیست، یعنی خود این الله بدبخت میکنه، گمراه میکنه، یه عده‌ای رو هیچ کی هم نمیتونه از این گمراهی بیارتشون بیرون، و خود آقای الله گمراه سازه، خود آقای الله یعنی شیطانه، چون خود این الله شیطان بود که در آغاز گفت به من مهلت بده، من مردم رو گمراه میکنم، اما اینجا خودش داره میگه
خودش داره میگه و من یذلل الله، و کسی رو که این الله گمراه بکنه فلن تجد له سبیلا، هیچ راهی دیگه براش پیدا نمیشه. اون روزی هم که آدم رو خلق کرد و شیطان رو گفت سجده کن، ابا وستن کرد، ابلیس یعنی سرپیچی کرد، گفت منو از آتش خلق کردی، اینو از خاک من نمی کنم، این کارو من گمراه میکنم بشر رو. حالا اینجا میگه خود الله داره گمراه میکنه، و من یدلل الله، و کسی را که الله گمراهش بکنه فلن تجد له سبیلا، براش هیچ راهی پیدا نمیشه. خب پس الله داره همون کار شیطونه رو میکنه دیگه، نه؟ ما میخونیم براتون، امیدوارم پیداش بکنم اونجا که الله و شیطون درگیر شدن. بله، بله، در اینجا البته در بقره نیست، کاملا این بحث رو برای شما در یک شب جداگانه مطرح خواهم کرد، که اونجا که از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتا، به خاطر بیارید که الله به ملائکه گفت من برای شما در زمین خلیفه ای، جاعل، من خلیفه ای رو در زمین، جانشینی برای خودم در زمین درست کردم. یه دفعه ملائکه علم غیب پیدا کردن، قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا شما کسی رو در زمین دارید درست میکنی که فساد کنه درش و خون ریزی کنه؟ و نحن نسبح بحمدک، و ما این که تسبیح گوی و سپاس گوی تو هستیم، و نقدس لک، و تو رو تقدیس میکنیم. قال انی اعلم ما لا تعلمون، گفت من یه چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. این در اینجا میبینید که الله اول تصمیم گرفته که اینها رو برای زمین خلیفه درست کرده، بعد میگه و علم آدم الاسماء کلها، یه سری نام ها یه سری چیزهایی رو به آدم یاموخت، ثم عرضهم علی الملائکه، سپس به ملائکه اون اسم ها رو آموخت، فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، حالا شما این نام ها رو به من بگید اگه راست میگید. قال سبحانك لا علم لنا، گفتن آقا ستایش فقط از آن توست، ما نمیدونیم اینو، لا علم لنا الا ما علمتنا، ما علمی نداریم مگر اون چیزی که به ما آموختی، انک انت العلیم الحکیم، تویی که عالم و صاحب حکمتی. بعد به آدم گفت، آقا حالا آقای آدم، قال یا آدم انبعهم به اسمائهم، خبر بده اونها رو از نامهاشون. فلما انبعهم به اسمائهم، وقتی که خبر داد اونها رو به نامهاشون، قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، به ملائکه گفته دیدین من به شما گفتم که من از شما علم آسمان ها و زمین رو بیشتر میدونم، و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، و بیشتر میدونم از اون چیزی که شما آشکار میکنید و اون چیزهایی رو که پنهان میکنید. خب در اینجا البته یک مسئله پیش میاد، اگر این ملائکه‌ای که چند تا اسم رو نمیتونه حفظ کنه، و بعد میبینیم که میاد آیاتی رو برای محمد میاره پر از اسم نوح و یعقوب و عیسی و فلان و اینا، اگر مدعی این هست که این آیات رو همه رو ملائکه به صورت وحی برای میاره، جبرائیل که یکی از ملائکه هست حتما اونجا بوده که یادش میره اسمها رو، چجوری اونجایی که میاد برای محمد میاره یادش نمیره؟ حرف دیگه. و اگر یادش میمونه و توانسته یادش کاری بکنه که یادش بمونه، خب دیگه و اینم میتونسته بیاد زمین زندگی بکنه مثلا. روی هم رفته پر از ایرادهای جور و جوره که ما